سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه شان هستم و توی این ویدیو همونطوری که دیدید و اگرم ندیدید که حتما کپی رایت خورده، مجبور شدم پاکش کنم. به هر حال موزیک بچه محل زدبازی با هم رو یاد میگیریم. موزیک فوق العاده باحال، میشه گفت یکی از بهترین موزیکای زدبازیه. امیدوارم که دوست داشته باشید این آموزشو و اینکه اگه تا الان تو کانال من سابسکرایب نکردید و از این محتوا خوشتون میاد حتما سابسکرایب کنید، کاملا رایگان، فقط دکمه رو پایین میزنید، اون زنگوله رو بزنید که تا هر وقت که پست گذاشتم از دست ندید و بیاید تماشا کنید. و اینکه برام کامنت کنید که چه موزیکی دوست دارید براتون آموزشش رو ضبط کنم، حتما برام کامنت کنید همین الان. این موزیک بسیار ساده است، 4 تا آکورد داره و با هم دیگه این موزیک رو یاد میگیریم. موزیکا که آموزشش رو میذارم، اگه تبلیچه داشته باشه تبلیچرشون و خود آکوردها همراه با متنشون رو میتونید توی چنل تلگرام من پیدا کنید و اونجا نگاه کنید داشته باشید کلا، که لینکش هم تو دیسکریپشن هست و هم تو بنر. و اینکه تو اینستاگرام اگه من رو دنبال کنید خیلی ممنونتون میشم، اونجا هم اگه به 1000 تا برسیم دیگه نزدیکیم، به 1000 تا برسیم قرار کلی چالشای باحال رو هم دیگه انجام بدیم و کلی مراوده ها با هم داشته باشیم. پس تا آخر ویدیو حتما همراه من باشید و این موزیک رو با هم یاد بگیریم، بریم سراغ آموزش. خب دوستان عزیز، تو این موزیک 4 تا آکورد استفاده میشه. آکورد اول فا دیز ماژور، گام اصلی موزیکه این گام. آکورد فا دیز ماژور، انگوشت یکیتون کافیه باره فرد 2 رو بگیرید کامل، انگوشت 2 فرد 3 سیم 3 و انگوشت 3 فرد 4 سیم 5 و انگوشت 4تون هم فرد 4 سیم 4. فا دیز ماژور. آکورد بعدی که استفاده میشه آکورد 2 دیز ماژوره. 2 دیز ماژور شما میتونید انگوشت یکیتون باره فرد 4 بگیرید و انگوشت 3تون رو یه باره ریز 3 تا سیمه 4 3 2 بگیرید، یا میتونید به این شکل بگیرید که من به این شکل میگیرم برای ریتم زدن. و آکورد بعدی که استفاده میشه آکورد لا دیز مینوره. انگشت 1 باره فرد 6، انگشت 3 سیم 5 فرد 8 و انگشت 4تون هم فرد 8 سیم 4. لا دیز مینور. و آکورد بعدی آکورد سول دیز ماژوره. برای سول دیز ماژور هم همین آکورد لا دیز مینور رو شما کافیه که دو تا فرد بکشید عقب و انگشت 2تون رو بذارید روی فرد 5 سیم 3، میشه لا دیز ماژور. بخشید سول دیز ماژور اشته بود. خب بریم سراغ ریتم کار. ریتم کار به این شکله.
ضربه اول رو به پایین رو تمام سیما، ضربه دوم رو به بالا تا اینجا، پس یه پایین و بعد خفه و بعد بالا پایین بالا، پس میشه آهسته تر. بقیه ضرباتتون میتونه روی فقط صدا سیم تریوب باشه و فقط ضربه اول روی تمام سیما باشه برای اینکه بیس داشته باشه. پس ضربه بر روی پایین بالا خفه بالا پایین بالا، ریتم همینه و ما آکوردها رو به این شکل عوض میکنیم. نام کردم توی مبلو صبح، چقدر حرف برای گفتن داشتیم. رو هر کدوم دوتا میزنیم دیگه. برای بهتر تمرین کردن ریتم اول با مترونوم پایین تر شروع کنید و بعد کم کم بیایید بالا. ریتمی که من برای اینترو این ویدیو زدم ریتمی که با دست چپ یعنی لفت هند میوتینگ داره و این تکنیکی که شما قبلش باید بلد باشید و وقتی که این تکنیک رو بلدید خیلی راحت میتونید که این ریتم رو بزنید، یعنی نیاز به تدریس نداره مثلا بگم بالا پایین فلان، همین ریتمه. ولی با لفت هند میوتینگ یه ذره میتونید تغییرش بدی، همونطور که بهتره که ویدیو رو ببینید، من ویدیو رو براتون این بالا لینکش رو میذارم، خودتون ببینید و تمرینش رو انجام بدید، مطمئنم میتونید بزنید و زیاد سخت نیست. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. من دوتا ویدیو دیگه اینجا بهتون پیشنهاد میدم، حتما این دوتا ویدیو رو ببینید و پلیلیست ها رو حتما چک کنید، آموزش ها رو حتما چک کنید، خیلی به کارتون میاد اگه تازه گیتار رو شروع کردید و یه سری ویدیوهای نکته‌ای هم دارم که اونا رو حتما ببینید. خیلی ممنون که تا آخر منو نگاه میکنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.